خب دوستان عزیزم، امروز یک قصه دیگه در باره یکی از کسانی که چهره شناخته شده جهان است و مخترع است و بسیار از برکت از دنیا روشن است، او هست ادیسن. کسی که توماس ادیسن، کسی که برق اختراع کرده بود، میگه در 11 سالگی تا 11 سالگی در مکتب رفت، ولی در 11 سالگی معلمانش آنقدر که دیزی به تکلیف شد چونی درس نمی پامید. هر آن چیزی که کوشش کردن معلم ها گیره یاد بده یاد نمی گرفت، چون گوشهاش هم کمی کر بود نمی شنید صحیح. معلم ها به تکلیف شدن که دیگه ای به درد ما نمی خوره، ما دیگه زور ما نمی کشه، برزی یک نامه نویش و در یک پاکت انداخت که ایره ببر به مادرت بده، چون مادرش هم یک معلم بود در یک مکتب دیگه. وقتی که ادیسن میای خانه و این خط به مادر جانش میده، مادر جانش خط واز میکنه، میبینه که معلمهاش نوشته خوب در چهره نشان نمیده، ولی در دل خوره پیدا میکنه که خوب چیز اتفاق افتاده. ادیسن از پیش پرسان میکنه که مادر معلمهایم چی نوشته. مادرش با بسیار لحن دوستانه و بسیار خوب برش توضیح میده، میگه معلمهایت نوشته که تو بچه بسیار لایق و ذکی و دانا هستی، دیگه در مکتب اوت معلم پیدا نمیشه که بر تو درس بده، تو خودت بسیار میفهمی، بنان بهتر از تو در خانه بشینی و من همراهت کمک بکنم، چون در مکتب دیگه کس زورش نمیکشه که بر تو درس بده. خب مادرش پاکت ورداشت و شروع کرد برزی که روزانه برزی درس بده و اساس سرزی کار بکنه تا یک چیز یاد بگیره. حالا 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 قصه کوتاهی در جای رسید که در 1880 ادیسن برق اختراع میکنه و ده ها گپای دیگره و یکی از کسانی میشه که بر دنیا روشنی را میده و بعد از این گپا تصادف مادرش وفات میکنه. بعد از اینکه رو دفن میکنه برمیگرده به اتاق خواب مادرش و میبینه که چی مونده و تصادف باکس شواز میکنه که امین نامه در بینش ماندگیست، همون نامه که معلمش برش داده بود. او رو واز میکنه، میبینه که در اون میخانه که نوشته که خانم یا مادر اسم ادیسن میگیره که پسر شما نالایق ترین بیعقل ترین انسان در این مکتب است، هیچ درس یاد نمیگیره، بسیار طفل تنبل و خلاص آرون چیزی که نگاتیو منفی بود قسمت از اینوشته کردم که دیگه به درد ما نمیخوره و این دیگه حوصله درس دادن برای ما نداره. ادیسن میشینه و عشق میرزه، باز خاطراتش ادیسن نوشته میکنه که اگر او روز مادرم مرا سرزنش میکرد، مرا توهین میکرد، مرا تحقیر میکرد و مرا با الفاظ بد واقعا نراحت میساخت، امروز یه ادیسن که شما داره وجود نمیداشت. بله، ما همیشه باز از اینکه انرژی مثبت به اولادای خود به دوستای خود بدیم، همیشه اول تلاش میکنیم منفی بافی بکنیم، همیشه کوش میکنیم که او را سرزنش بکنیم. میشه که عوض منفی بافی و منفی گفتن مثبت گفتن شیوه خود بسازیم تا شاید ادیسن های دیگه را ما شما در کره زمین خود داشته باشیم. امید خوشتان آمده باشه دوستان گلم. میگه که خود ما را اصلاح بکنیم، مطمئن باشین که در زندگی ما آرامش آرامش خواهد بود. میگه دوستی و محبت مانند پول است که به دست آوردنش خیلی مشکل است، ولی از دست رفتنش بسیار ساده است. دقیق است. میگن موفقیت وقت شیرین است که مزه تلخ ناکامی را چشیده باشی. از یک درخت میگه میشه میلیون ها دانه پلته گوگر ساخت، از یک درخت بزرگ میشه میلیون ها دانه پلته گوگر ساخت، ولی برای از بین بردن تمام جنگل یک پلته گوگر کافی است. برای از بین بردن یک خانواده، قوم، وطن یک انسان کافی است.